مواظب باشید که وظایف دینی خود را برای جلب توجه مردم در انظار دیگران انجام ندهید، زیرا اگر چنین کنید هیچ اجری نزد پدر آسمانی خود ندارید. پس هرگاه صدقه می‌دهی آن را با ساز و کرنا اعلام نکن، چنان که ریاکاران در کنیسه‌ها و خیابان‌ها می‌کنند تا مورد ستایش مردم قرار بگیرند. یقین بدانید که آنان اجر خود را یافتند، و اما تو هرگاه صدقه می‌دهی نگذار دست چپ تو از آنچه دست راستت می‌کند آگاه شود. از صدقه دادن تو کسی با خبر نشود و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. وقتی دعا می کنید مانند ریاکاران نباشید. آنان دوست دارند در کنیسه ها و گوشه های خیابان ها بایستند و دعا بخوانند تا مردم آنان را ببینند. یقین بدانید که آنها اجر خود را یافتند. هرگاه تو دعا می کنی به اندرون خانه خود برو، در را ببند و در خلوت در حضور پدر نادیده خود دعا کن، و پدری که هیچ چیز از نظر او پنهان نیست اجر تو را خواهد داد. در وقت دعا مانند بت پرستان وردهای بی‌معنی را تکرار نکنید. آنان گمان می‌کنند با تکرار زیاد دعایشان مستجاب می‌شود. پس مثل ایشان نباشید، زیرا پدر شما احتیاجات شما را پیش از آن که از او بخواهید می‌داند. پس شما اینطور دعا کنید: ای پدر آسمانی ما، نام تو مقدس باد، پادشاهی تو بیاید، اراده تو همانطور که در آسمان اجرا می شود در زمین نیز اجرا شود. نان روزانه ما را امروز به ما بده. خطاهای ما را ببخش چنان که ما نیز خطاکاران خود را می بخشیم. ما را در وسوسه ها میاور، بلکه ما را از شریر رهایی ده، زیرا پادشاهی و قدرت و جلال تا ابدالآباد از آن توست. آمین. چون اگر شما خطاهای دیگران را ببخشید، پدر آسمانی شما نیز شما را خواهد بخشید.